سلام، به کانال تلنگور خوش اومدین. در برنامه امروز از صحبت‌های جدید فرزاد جمشیدی، مجری پرحاشیه، درباره ماجرای ممنوع تصویریش بهتون میگیم. ممنون که امروز هم به ما سر زدین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از همراهی و حمایت همیشگیتون که از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون نسبت به ما دارین. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه‌های ما خوشتون اومد، فقط کافیه که اون زنگوله رو فشار بدین تا پل ارتباطی ما برقرار بمونه و روزهای بعدی هم در جریان برنامه هامون قرار بگیریم. بریم با هم این برنامه رو بشنویم. فرزاد جمشیدی، مجری پرحاشیه صدا و سیما که پس از سالها دوری از تلویزیون با چند ویژه برنامه در شبکه دو سیما به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام در اواسط خرداد امسال به رسانه ملی برگشت، در مصاحبه جدیدی با روزنامه فرهیختگان توضیحاتی درباره شایعه ممنوع تصویریش داشت. او در این مصاحبه گفت: من در تلویزیون به این معنا ممنوع تصویر نبودم. ممنوع تصویری من حاصل یه نوع سلیقه خاص برخی مدیران بود. این رو از من سوال نکنید و از مدیران جدید صدا و سیما بپرسین که خودشون میگن بررسی کردیم و دیدیم اگه میخواستن فرزاد جمشیدی رو 5 سال پیش هم بیارن مشکلی نبود، کما این که آوردن. سال 97 هم از بنده 7 روز روی اغلب آنتن‌های زنده تلویزیونی استفاده کردن. اگه مشکلی بود پس چرا از این مجری استفاده کردن؟ بحث اینجاست که تا پیش از این فلان مدیر شبکه ترجیح میداد از مجری استفاده کنه که کمتر بخواد خودش رو هزینه کنه. منظورم اینه که نمیخواست خودش رو، میزش رو یا مسئولیتش رو هزینه کنه، بلو اینکه مردم، مخاطبان و بینندگان تلویزیون چیز دیگه ای میخواستن. لکن در روی کرد جدید رئیس صدا و سیما این دیدگاه وجود نداره. بله دیگه وجود نداره. همین چند هفته قبل بود که از شبکه دوی سیما با بنده تماس گرفتن و گفتن مدیر تازه منصوب شده این شبکه، یعنی آقای حامد با مروت نژاد، میخواد شما رو ببینه و با شما صحبت کنه. قرارمون ساعت 9 بامداد بود، اما بنده از اونجا که هیچگاه با مدیران شبکه تلویزیونی ارتباطی نداشتم، وقتی به ساختمان شبکه دو وارد شدم نمیدونستم اتاق مدیر شبکه دو کجاست و عملاً 10 دقیقه سرگردان بودم تا اینکه مدیر شبکه دو رو پیدا کردم. چون همیشه روال بر این بود که یه تهیه کننده از بنده دعوت میکرد، من هم میرفتم مطالعه میکردم، کتاب میخوندم، بعد هم برنامه‌ام رو اجرا میکردم و نیازی به التماس و درخواست نبود. خب البته در تمام این سالها هم کسی مثل آقای با مروت نژاد مروت به خرج نداده بود که بنده و امثال بنده رو دعوت کنه و یه چای دستمون بده. مهم نیست. حالا بنده از مدیران قبلی سیمای جمهوری اسلامی ایران سوال میکنم. فرزاد جمشیدی به آنتن زنده جمهوری اسلامی ایران برگشت. اتفاقی افتاد؟ شما چرا این همت رو به خرج نداده بودین؟ اگه این مجری فقط 10% مخاطب داشت، آیا همین 10% دغدغه شما نبودن؟ فرزاد جمشیدی به تلویزیون برگشت و حقاً و انصافاً مردم هم بسیار خوب ازش استقبال کردند. مردم که میگم منظورم چند نفر کامنت گذار زیر پست اینستاگرامی نیست، بلکه مردم به معنای جامعه هدفی که یک شبکه برای خودش تعریف میکنه. من همه رو بخشیدم، بسیاری اذیتم کردن، حتی حرفها، اعمال و رفتارهای ناشایستی به من نسبت دادن و روزی خواهند فهمید چند برابر اونچه نشر دادن عذاب الهی برای خودشون خریدن. از امروز و عاقبت خراب بسیاری از این افراد مطلع هستم، اما حتی به درد و رنج اونهایی که اذیتم کردن هم راضی نیستم. من سال هاست در این دو بیت از گلستان سیمرغ سخن سعدی آشیان کرده و منزل گزیدم. ز هوشیار عاقل نزیبد که دست، زند در گریبان نادانم است. هنرور چنین زندگانی کند، جفا بیند و مهربانی کند. فرزاد جمشیدی متولد سال 1349 در تهران
و دارای لیسانس حقوق و دکترای علوم قرآنی است. فعالیت خودش رو با نویسندگی در حوزه دین و دفاع مقدس شروع کرد و از اواخر دهه 70 وارد صدا و سیما شد. با اجرای برنامه‌های مذهبی رفته رفته به یکی از مجریان شناخته شده تلویزیون تبدیل شد و با اجرای برنامه سحرگاهی ماه خدا که در ماه رمضان پخش می‌شد به اوج شهرت رسید. او مدتی ریاست دفتر هماهنگی و سازماندهی مجریان صدا و سیما را بر عهده داشت و چند ماهی در سال 86 هم مدیر کل روابط عمومی وزارت بازرگانی بود. در سال 91 به دلیل خواندن شعری درباره قضات در برنامه‌ای به نام یاد خدا در رادیو ایران با شکایت مدعی العموم مواجه و پرونده ای علیه او در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. در این پرونده دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم از فرزاد جمشیدی شکایت کرده بود که در نهایت با صرف نظر کردن مدعی العموم از شکایت خود این پرونده مختومه اعلام شد. فرزاد جمشیدی اما در همون سال یعنی سال 91 با پرونده شکایت دیگه ای روبرو شد که زندگی حرفه‌ای او را دگرگون کرد و سبب سالهای دوری او از تلویزیون شد. جمشیدی از سوی زن جوانی به فریب و اخفال خود متهم شده بود. خبر این شکایت حواشی زیادی رو برای جمشیدی رقم زد و پای او رو به دادگاه باز کرد. این پرونده در نهایت در سال 92 با تبرئه شدن جمشیدی از بخشی از اتهامات و همینطور رضایت شاکی در رابطه با بخش دیگه از اتهامات او بسته شد. این موجی همچنین از رسانه‌هایی که خبر این شکایت رو منتشر کردن با اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرد. جمشیدی پس از این حواشی خودش رو در سال 92 با انتشار نامه‌ای از اجرا در صدا و سیما خداحافظی کرد. او اما در سال 97 پس از 5 سال دوری از اجرا با ویژه برنامه‌ای به مناسبت نمایشگاه کتاب با آنتن تلویزیون برگشت. او در این سال‌ها همواره منکر شایعات مطرح شده درباره خودش و ممنوع‌التصویری شده بود. فرزاد جمشیدی متأهل هست و دو دختر داره. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.